فصل دوم. و اما تو ای پسر من، با فیضی که در مسیح عیسی است قوی باش و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپر که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. به عنوان سرباز خوب مسیح عیسی متحمل سختی ها باش. هیچ سربازی خود را گرفتار امور غیر نظامی نمی کند، زیرا هدف او جلب رضایت فرماندهش می باشد. ورزشکاری که در مسابقه شرکت می کند نمی تواند جایزه را ببرد مگر اینکه قوانین آن را پیروی کند. کشاورزی که زحمت کشیده است باید اولین کسی باشد که از ثمره محصول خود بهره ببرد. در آن چه می گویم تأمل کن و خداوند تو را قادر می سازد که همه چیز را بفهمی. عیسی مسیح را که پس از مرگ زنده گشت و از نسل داوود بود به خاطر داشته باش. انجیلی که من اعلام می کنم همین است و به خاطر آن است که رنج و زحمت می بینم و حتی مانند یک جنایتکار در زنجیرم. اما کلام خدا در زنجیر مقید نمی شود. بنابراین همه چیز را به خاطر برگزیدگان خدا تحمل می کنم. تانها نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است همراه با جلال جاودانی آن به دست آورند. این سخن درست است. اگر با او مردیم همچنین با او خواهیم زیست. اگر تحمل کنیم با او فرمان روایی خواهیم کرد. اگر او را انکار کنیم او هم ما را انکار خواهد کرد. ولی اگر بیوفایی کنیم او وفادار خواهد ماند، زیرا او نمیتواند خود را انکار کند. این مطالب را به مردم گوش زد کن و در حضور خدا با آنها دستور بده که از مجادله بر سر کلمات دست بردارن، چون این کار عاقبت خوشی ندارد، بلکه فقط باعث گمراهی شنوندگان خواهد شد. منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم می دهد، در نظر خدا کاملا مورد پسند باشی. از مباحثات زشت و بیمعنی که تنها مردم را به بیدینی روزافزون می کشاند دوری کن. حرف ایشان مثل بیماری خوره به تمام بدن سرایت می کند. از آن جملن هیمیناوس و فلیتوس که از حقیقت منحرف شدند و میگویند رستاخیز ما همکنون به وقوع پیوسته است و به این وسیله ایمان عده‌ای را از بین میبرند. اما شالوده مستحکمی که خدا نهاده متزلزل نخواهد شد و این کلمات بر آن نقش شده است. خداوند متعلقان خود را میشناسد و هر که نام خداوند را بر زبان آورد شرارت را ترک کند. در یک خانه بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقره‌ای، ظروف چوبی و سفالین هم وجود دارد. بعضی از آنها مخصوص موارد مهم است و بعضی در موارد معمولی استفاده می شود. اگر کسی خود را از این آلودگی ها پاک سازد، ظرفی می شود که برای مقاصد خاص به کار خواهد رفت و برای اربابش مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده خواهد بود. از شهواتی که مربوط به دوران جوانی است بگریز و به اتفاق همه کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خدا دعا می کنند، نیکویی مطلق، ایمان، محبت و صلح و صفا را دنبال کن. به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش، زیرا می دانی که به نظامی انجامد. خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی ها صبور باشد و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند. شاید خدا اجازه دهد که آنها توبه کنند و حقیقت را بشناسند. به این وسیله به خود خواهند آمد و از دام ابلیس که آنان را گرفتار ساخته و به اطاعت اراده خیش وادار کرده است خواهند گریخت.